فضای خیلی جالبی میتونه باشه، داخل یک سفینه باشین و طرف فضا برین و اونجا بخواین زندگی بکنین. همه چیز متفاوت است. بود که وقتی که متوجه این امی متنای نرشن بودین، یک قسمت میگه که خواب کردنتان مهم نیست، عمودی است یا افقی است، یعنی یک جایی پیدا کردین باید خواب کنین، یعنی معلق هستین، یعنی در فضا، چون نیروی گرانش زمین وجود نداره، نیروی جذب زمین کلا وجود نداره. خودتان میدونین که انتخاب همسر خیلی یک مسئله مهمی است و اگر ما و سلیم هم صحبت هایی داشتیم پراکنده، به خاطری بود که بتونیم موضوع رو براتون بازتر بکنیم. اما صحبت های سلسله دار و خیلی مهمی وجود داره که شما باید بشنوین و طبیعتا اون رو در بخش خانواده یکی از پژوهشگرهای خیلی خیلی مهم، خیلی خیلی عالی، خیلی خیلی قهار ما، خانم میترا بابک هست که براتون میگه که باید چگونه انتخابتان را همسرتان را انتخاب بکنید، نه که انتخابتان را همسر بکنید. متوجه باشین که اگر سلیما آماده باشه در بخش خانواده با همدیگر میریم و میبینیم که خانم بابک برای ما چی گفتنی هایی داره در بخش انتخاب همسر. با سلام و درود به همه شما عزیزان، بحث امروز و سوال امروز خیلی سوال مهمیه و سپاس از نعمت و سلیمه گلم که این سوال بسیار مهم فرهنگی رو برای ما میخوان باز کنیم و در مورد صحبت کنیم. سوال چیه؟ سوال در مورد انتخاب همسره. چرا یک مرد، یک پسر حق انتخاب داره ولی یک دختر حق انتخاب نداره؟ و اینکه وقتی که با هم آشنا میشن چقدر میتونن همدیگر رو بشناسن؟ این سوال یه سوال خیلی خیلی اساسی و مهمه. ما الان تو قرن 21 هستیم، اما میدونیم میبینیم که در بسیاری از نقاط جهان، من جمله خاورمیانه خودمون، من جمله ایران و افغانستان، چقدر این کودکان خرد، این دخترکان خرد و 9 ساله و 10 ساله و 11 ساله به مردهای کلان کلان میدن، و یا اینکه یه دختر نوجوان رو میدن به یه مردی که اصلاً شناختی نداره، و یا حتی یک خانم و یه دختر خانم بالغ هم حتی در بسیاری از خانواده ها و فرهنگ خانواده حق نداره اون پسر رو بشناسه و یا ببینه. در صورتی که اگر به خود اسلام برگردیم و نگاه کنیم، خود همون اسلام حق انتخاب رو به دختر داده و این خیلی مسئله مهمیه که اگر اونایی که معتقدن و خیلی خیلی شدیدن هم اعتقاد دارن به عقیده دینیشون، باید بدونن که در اسلام حتی به دخترم حق انتخاب داده شده، یعنی دختر میتونه بگه من نمیخوام زن این بشم. اما مسئله خیلی مهم اینه که زن و شوهر باید زن و شوهر آینده، یه دختر و پسری که میخوان برای یک عمر با هم زندگی کنن، برای یک عمر هم بستر هم دیگه باشن، هم غم و هم دل هم دیگه باشن، پدر و مادر فرزندانشون باشن، چطور میشه که اینا نشنیده ندیده؟ مگه شانسیه؟ این مثل هندونه میمونه که بعد قاش کنی ببینی رسیدت یا نرسیده. این خیلی مسئله مهمیه که آیا اولا در درجه اول من دختر، من پسر که شما میخواییم به من زن بدیم یا شوهر بدیم، آیا من به اون کمال کالای ازدواج رسیدم؟ آیا اصلا دوست دارم ازدواج کنم؟ چرا میخوام ازدواج کنم؟ آیا میخوام ازدواج کنم که از خانه هم پدری فرار کنم؟ آیا میخوام ازدواج بکنم که عروسیمو ببینم؟ بعضی وقتا دختر بچه ها تو خیالات خودشونن. و یا اینکه اون پسر چرا میخواد ازدواج کنه؟ آیا به خاطر مسئله جنسی میخواد زودتر زنش بدین که گناه نکنه؟ خب همه این بلاها رو که تمام عمر، تمام تاریخ داره نشون میده، برگردیم به همون زندگی خصوصی خودشون نگاه کنیم، برگردیم به همین در همسایه و دوست آشنا و فامیل نگاه کنیم که همینطوری ازدواج کردن. باور کنیم 95% اگر 98% نباشه، 95% وقتی تحقیق میکنی، میری باشون مصاحبه میکنی، سوال میکنی آیا خوشبختی؟ آیا شوهرت دوست داری؟ میگه نه. آیا زن تو دوست داری؟ میگه چه کنیم دیگه؟ میگه سرنوشت ما این بود. چرا باید سرنوشت نسل جدید اینجوری باشه که اینجوری صحبت کنن؟ چرا باید بگن ما عادت کردیم، ما همدیگر رو دوست نداریم، عادت کردیم؟ این جوابایی که اکثر پدر مادر و پدر بزرگ مادر بزرگا الان اگه کسی تحقیق کنه میدن که ما که از زندگیمون هیچ خوشی ندیدیم، ان شاءالله بچه‌هامون ببینن. بعد بچه‌ها هم تو همون سرنوشت
دوچار میکنیم. دقت کنیم یه ذره. پدر مادرها، بابا بزرگ، مامان بزرگا، شما که سنتون یه خود بالاتره، یه ذره برگردین صادقانه به زندگی خودتون نگاه کنید. عشق مهمه، نه عشق کودکی و نوجوانی. عشق کودکی و نوجوانی میپره برای هورمون، به خاطر هورمون. حتی در بلوغ، یعنی انسان 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، حتی تو این سن بین 6 ماه تا 8 ماه، حتی تا 1 سال، هورمون هاست که آدم رو کور میکنه، کر میکنه، آدم اصلا متوجه نیست، عاشق میشه. اما در درجه اول خود دوست داشتن خیلی مهمه. ما تو فرهنگمون همش میگن که عشق عاشقی به درد نمیخوره. راست میگین، به خاطر اینکه شکست عشقی خوردن، به خاطر اینکه بعدش وقتی وارد ازدواج زندگی زناشویی شدن دیگه خواستن کله همدیگه رو بکنن، عشقشون از سرشون پرید. اما چرا پرید؟ برای اینکه از بس دخالت کردن نذاشتن اونا تو همون دوره آشنایی ضعفای همدیگه رو ببینن، اینا رو تشنه تر کردین که زودتر برن ازدواج بکنن، یا اینکه هی نق زدید که ازدواج میکنی، که ازدواج میکنی، اگه دوست داره بعد خواستگاری، یعنی اینا رو میندازین توی آتیشی که فردا خود پدر مادرها باید جوابگو باشن با یکی دو تا سه تا بچه قربانی، فرزند قربانی. باید همدیگه رو بشناسن. من خودم شخصا شدیداً مخالف رابطه زناشویی کامل هست در قبل از ازدواج، ولی صحبت کردن، در کنار هم نشستن، طرز غذا خوردن همدیگه، عقیده تو چیه، عقیده من چیه، افکار تو به چه صورته، افکار من به چه صورته، حساسیت های من چیه، حساسیت های تو چیه، آیا ما تفاهم داریم و تفاهم نداریم، اینا مسائل خیلی حساس و اساسیه. حالا اگه یه دختری میخواد برای به خاطر یا خانواده میخواد دخترش رو به یه مرد پولدار بده، خب فردا خیانت به بار میاد. دختر اگر غمگین بشه، اگر نخواد این مردو، فردا هزار بلا ممکنه سر خودش بیاره، که چقدر توی افغانستان خودمون چقدر دختر خودسوزی کرد، چقدر. ای پدر مادرها، چی کشیدین بعدش؟ عزیزتون رو با دست خودتون تو آتیش انداختین، تو آتیش ازدواج غلط، و بعد این دختر معصوم، این زن معصوم با داشتن فرزند بعد داری همچین کار بد، خیلی کار غلطه. اما افسردگی میگیرن، افسردگی های شدید مزمن میگیرن که دیگه دنیا براشون سیاه میشه، دیگه اصلا بچه ها و فرزندانشون براشون مهم نیست. اینا مسائل خیلی جدی. اجازه بدید عزیزای شما، دختر شما، دختر با وقار، به همیشه میگه ای خانم، ای با، ای دختر، ای مهربان و مهربانو، وقارت هرگز فراموش نشه. یه خانم با وقار یا آقای با وقار نیازهای جنسیشون هست، مهمه، ولی و زمانی که من میخوام ازدواج کنم نباید به خاطر فراهم کردن نیازهای جنسی ازدواج کنم، نباید به خاطر فرار از خانه پدری ازدواج کنم، نباید به خاطر اینکه اون پول داره میخوام برم ازدواج کنم باهاش، یا اون دختر چون خوشگله میخوام باهاش ازدواج بکنم. اینا مصیبت های جدی فرداست که فردا نه خوشگلیش دیگه به دردتون میخوره، نه پولدار بودنش به دردتون میخوره، میشینی کنج خونه که من این زن و یا این شوهر رو من دوستش ندارم. این دوست داشتن مهمه. تو فرهنگ ما برمیگردن میگن که وقتی که ازدواج کردین بعدا عاشق هم دیگه میشین. حقیقت نداره. چرا فریب میدین خودتون رو و عزیزانتون رو؟ این احساس باید در درجه اول کاشته بشه، یعنی حس باید به وجود بیاد. و چجوری به وجود میاد؟ وقتی خیلی با وقار، خیلی خانوم، آقا در کنار هم میرن میشینن، غذایی با هم دیگه میخورن، صحبت میکنن در مورد مسائل حال و آیندهشون، صحبت میکنن نظراتشون رو از هم دیگه میپرسن، عقایدشون رو صحبت میکنن. این وقتی این صحبت ها پیش بیاد، خب طبیعتاً کم کم دارن آشنا میشن به طرز صحبت کردن، تون صدا، روش برخورد، روش غذا خوردن، عقیده ها، همه اینا کم کم میاد بیرون. اون وقتی که طبیعتاً یاد میگیرن، متوجه میشن که نقاط ضعف تو چیه که من دوست ندارم، نقاط ضعف اون چیه که من دوست نداره. ای پدر مادران، اجازه بدین این عزیزایی که شما تربیت کردید، این عزیزان با خیال راحت قبل از ازدواج شناسایی پیدا کنن، شناخت پیدا کنن، اول کالای ازدواج بشن. از این بچت، از این دختر گلت سوال کن تو میخوای ازدواج کنی، آمادگی ازدواج داری؟ به عنوان یه پدر مادر بالغ باید اینجوری سوال کرد، نه اینکه
زود بشوهر کن، زود بشوهر کن، دیر شده، فردا هیچ کس نمیاد تو رو بگیره. و یه معضل خیلی جدیه دیگه. خب حالا یه فرهنگی که بعضیاتون دارید، یه اگه دختر پسر بیاد چند بار اینو همدیگر رو ببینن، مردم حرف میزنن. آخر دست این حرف زدن مردم، آخر دست این قضاوت، ترس از قضاوت مردم. این مردم کیان؟ این مردم من و شمایی. چرا باید اهمیت بدیم به چهار تا آدم های درب داغون که کار و زندگی و شعور و دانایی ندارن، فقط منتظرن که حرف مفت بزنن پشت سر مردم؟ چه اهمیتی داره؟ دخترت بهش ببال، افتخار کن به پسرت، افتخار کن به دخترت، مخصوصا چون موزل ما دخترها هستن. افتخار کن به دخترت که همینطوری چشم بسته نمیره شوهر کنه که فردا هزار بلا سر خودش و بچه هاش بیاره، یا اینکه خدا اتفاق بدتر بیاره. افتخار کن. حتی اگر یه نفر میاد بهت میگه ایبه چرا دخترت رو داری میذاری این پسر رو بره ببینه، صف وایسا، برو مثل شیر برو تو شکمش، بهش بگو من دخترم رو تربیت کردم. حرف نزن، دهنشون رو ببندیم. ما باید فرهنگمون رو تغییر بدیم. ما باید به این بچه هامون اعتماد به نفس بدیم، اجازه بدیم برن ببینن. حالا بدبختی اینجا اینه که اگه نامزد بکنن، نامزدی به هم بخوره، چه قشقلقی به پا میشه. این دختر معصوم چون نامزد داشته، دیگه کسی نباید بیاد بگیرتش. یکی که زنش مرده یا زنش رو طلاق داده، چند تا بچه داره، چقدر سنش بود، اینا معضلات فرهنگیه. اینا رو کی باید عوض بکنه؟ اینا رو من و شما باید عوض بکنیم. چرا باید یه دختر معصوم که یه نامزد شده یا یه عقد کرده حتی، برش داریم اینجوری پرتش کنیم گوشه خونه، اجازه ندیم، یعنی نیان خواستگاری، چون بگن چون نامزد داشته قبلا، چون یه عقد کرده بوده یا حتی مطلقه بوده. ما اینا مصیبت های فرهنگی ماست که ببین چه میکنیم با عزیزای خودمون. و بعد خود پدر مادر رو چقدر مصیبت، یا برادر چقدر مصیبت درست میکنه که حق نداری نامزد شد دیگه، آبرومون میره، تو باید زنش بشی. چرا دستی این عزیزتون رو داریم بدبخت میکنید؟ اگه میگه دوستش ندارم، سوال کنین ازش چرا دوستش ندارید، بشینین صحبت کنین، بیارین ببرین کمک حرفه‌ای بگیرین، دو نفری خودشون برن ببینن چرا. آیا میشه ارتباط جدید، یه رابطه جدید سالمتر درون رابطه براشون تشکیل بده اون روانشناس؟ علت به هم خوردن این نامزدی و یا این عقد چیه؟ بپرسین، کمک کنین، کمک درست و اخلاقی و اصولی، نه اینکه تهدید کنی شمشیر برداری بگی آخه همینی که از باید زنش بشه. چرا؟ فردا هزار بلا سر خود خانواده میاد. همین آبرویی که شما انقدر در موردش نگرانی، قضاوت از مردم نگرانید، فردا اینکه بدتره که فردا با یه بچه دو بچه بخواد جدا بشه، یا اینکه اون بلاهایی که گفتم سر خودش بود، یا مسئله خیانت بیاد بس. خب اینجا که خیلی مصیبت بدتر میشه. ضرر هر چه زودتر آدم بگیره منفعته. اینا مسائل بزرگیه که توی پدر، توی مادر، اگر مهربونی، اگر دانایی، اگر عاقلی، اگر شعورتو میخوای خوب ازش استفاده کنی، اگر با اخلاق و پدر و مادر مهربان و مسئولی هستی، از همین امروز تصمیم بگی به دخترت، به پسرت راهنمایی اصولی درست بهش بکن. بهش بگو عزیزم، هر کسی رو که دوست داری، اگر لیاقتت داره، اگر درست و اصولیه، اگر خوبه، به چشم ماست، ولی زمان بدین بهتر هم نگرم شد. وقتی شما اینجوری صحبت بکنید، دختره نمیخواد از اون خونه فرار کنه، پسر نمیخواد از اون خونه فرار کنه، طبیعتاً لذت ببر از داشتن همچین پدر مادر دانایی، افتخار میکنه بهتون، فردا با افتخار شما رو معرفی میکنه، فردای روزگارم که عروس شد، آمد اومد، اومد داماد اومد توی خانه شما و یا مهمان خانه شما بود، لذت میبر از داشتن یه همچین پدر مادری که عروسش یا دامادش، زنش و یا شوهرش داره. وقتمون کمه، حالا حتما در آینده در این مورد با از جوانه به متفاوت دیگه بیشتر صحبت میکنه. اون روی ماه تک تکتون رو میبوسم و امیدوارم که روز به روز من و شما از همدیگه بیشتر بیاموزیم و زندگیمون رو با درایت‌تر و فهیخته‌تر. شب و روزتون.